همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان. با سلام و درود ببخشید با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس خدمت هما خانم و آقای سعید بهبهانی و تشکر بیپایان از این دو عزیز که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان گرامی رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 29 شهریور 1401 مطابق با 20 سپتامبر 2022 626 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم می کنم. اول از همه به خانواده مهسا و همه ایرانیان تسلیت میگم و اعلام میکنم من هم مهسا هستم. بله، بعد خدمت را عرض کنم که روز یکشنبه گذشته سال روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار بود. ما وقتی بچه بودیم به ما انشاء میدادند علم بهتر است یا ثروت، ولی سرنوشت آقای شهریار نشون داد که ثروت بهتر از علمه، چون پدر دختری که ایشون عاشقش بود تحصیلات پزشکی ایشون براش اهمیتی نداشت، ولی بیپولی ایشون براش مهم. بعد هم خدمت رو عرض کنم که روز دوشنبه آینده آغاز سال نو یهودیه و من آغاز سال نو رو به همه یهودیان جهان مخصوصا همیهنان یهودی تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه مردم جهان و همه یهودیان باشه و سال صلح و سلام باشه. یک مسئله دیگه که میخواستم خدمت رو عرض کنم یک ایمیلیه که من دریافت کردم. این ایمیل از آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند. ایشون ایمیل فرستاده: دکتر عزیز سلام و مهر و صبح بخیر. مطلب زونا را در جایی نشریه‌ای سایتی دیدم خواندم. دقیقاً متوجه شدم به قلم شماست، اما اثری از نام شما نبود. حالا هر چه می‌گردم آن سایت را پیدا کنم موفق نمی‌شوم. به هر حال با اجازه در این شماره آن را درج می‌کنم. حروف صفحه را متعاقباً خواهم فرستاد. روز خوش. نون جان این سردبیر قسم ایمیل ها و تلفن های ما را جواب بدهید. سلام برسانید. روز خوش. خدمت شرط کنم این رو میدونم، قبلا هم عرض کردم. یک دفعه هم یک دو سه سال پیش یکی از دوستان یک مقاله از من که در شهروند چاپ شده بود، کپی شهروند و همون کپی مقاله رو در یک نشریه دیگری
یا به قول یکی از دوستان در یک نشریه دیگری چاپ کرده بود، چاپ شده بود، هر دو رو برای من فرستاد و گفت چون این مطلب چاپ شده میتونی شکایت بکنی و به قول آمریکایی طرف رو سو بکنی. هم بهشونم گفتم، الانم میگم، من در مملکت خودمون 19 سال مجانی درس خوندم که به اون مردم خدمت کنم. حالا اگر اونجا نیستم و نمیتونم به اون مردم حضوری خدمت کنم، مجازی خواهم خدمت کنم. من نه یک سنت، یک ریال تا حالا از تلویزیون یا از نشریه های دیگه پول گرفتم و نخواهم گرفت. و حتی در سال 2012 زنده یاد پروفسور پرویز قدیریان من رو به سردبیر یکی از مجلات معرفی کرد و گفت ایشون برای هر مقاله 250 دلار به شما میده. گفتم مثلا پول نمیخوام، این کار رو برای پول نمیکنم، این برای من، این باعث افتخار من که بتونم یک خدمتی به هم نوعان فارسی زبان خودم بکنم. باز هم از این کسی که این مقاله رو چاپ کرده متشکرم. هدف اطلاع رسانیه، هدف خودنمایی و اسم من نه اهمیتی داره نه ارزشی داره. قبلنم گفتم، باز هم میگم، مقالات من که در شهروند چاپ شده یا در پیوند چاپ میشه یا در این برنامه اجرا میشه، همه رو میتونید هر جور که دلتون میخواد به اسم خودتونم چاپ بکنید. هدف اطلاع رسانی و خدمت. بنده هدف دیگری ندارم و باعث افتخار منه که دیگران هم مقاله من رو بدون اسم من چاپ کنید. خب، برنامه امروز فقط یک قسمت بهداشتی داره، چون بعدش من باید برم اون برای شهر، ساعت 1:25 باید اون برای شهر باشه. در امروز درباره ماستیت صحبت میکنیم. ماستیت، اول یه نگاه بکنم این بارور ببینم گشت ارشاد در وجود نداره. ماستیت یعنی ورم پستان. اگر گشت ارشاد وجود داشته باشه باید بگیم ورم سینه. بله، پس ماستیت یک عارضه مکرر شیردهیه. عارضه مکرر یعنی زیاد دیده میشه. ورم پستان یا التهاب پستان به دلیل استاز شیر یا رکود شیره میتونه غیر عفونی یا عفونی باشه. علاوه بر تخلیه مطلوب پستان با تغذیه مکرر نوزاد، در صورت عفونت نیاز به درمان آنتیبیوتیکی دارد. حالا این ورم پستان چیست و چه کسانی مبتلا به ورم پستان هستند؟ ورم پستان که تا 20% از مادران شیرده را تحت تأثیر قرار می دهد، یکی از عوارض شایع شیردهی، اغلب در 6 ماه اول شیردهی رخ می دهد و 6 تا 8 هفته اول بیشترین خطر را دارد، اما ممکن است بعداً نیز رخ دهد. زمانی که شیردهی به خوبی برقرار است و به نظر می رسد که همه چیز خوب پیش می رود، باز هم ممکنه که ایجاد بشه. حالا ورم پستان چگونه ظاهر می شه؟ ورم پستان به طور کلی یک طرفه است، یعنی فقط یک سینه را درگیر می کند. البته بیماری دیگری هم هست که شبیه اینه، ولی اون هر دو تا سینه را، هر دو تا پستان را درگیر می کند. بله، ورم پستان به دلیل رکود شیر است، یعنی شیر مادر
به درستی تخلیه نمی شود. بنابراین در سینه راکد می ماند. این امر باعث ایجاد التهاب موضعی در غدد پستانی، یعنی کارخانه هایی که شیر مادر را تولید می کنند، و یا مجاری شیر، یعنی مجاری که امکان تخلیه شیر را فراهم می کنند می شود. برخلاف تصور رایج، ورم پستان لزوماً با عفونت مرتبط نیست، اما اگر التهاب ادامه یابد ممکن است به یک عفونت باکتریایی تبدیل شود. بنابراین باید بین ورم پستان غیر عفونی و ورم پستان عفونی تمایز قائل شد. میکروب هایی که اغلب در ورم پستان عفونی دخیل هستند عبارتند از استافیلوکوکوس اوروس یا همون استافیلوکوک طلایی. بعد این از همه بیشتره و بعد کمتر استرپتوکوک یا اشرشیا کلی، اینا هستن که باعث عفونت میشن. حالا علائم ورم پستان چیه؟ این التهاب به صورت یک توده دردناک در پستان همراه با یک ناحیه گرم، قرمز و گاهی متورم، یعنی تورم روی پستان، و ادم و همراه و سلول های عمل کرده سلول های ترشح کننده شیر رو مختل می کنه. همچنین ممکن است کودک تمایلی به مکیدن از سینه آسیب دیده را نداشته باشد، زیرا ممکن است طعم شیر مادر به دلیل التهاب کمی شورتر از حد معمول باشد. یا مزهش عوض میشه، بچه هم درست شیر خوره است ولی عقلش هم بیشتره، طوری متوجه میشه. بله، حالا علل ورم پستان چیه؟ هر چیزی که از جریان مناسب شیر جلوگیری کنه میتونه منجر به رکود شیر و در نتیجه ماستیت بشه. در عمل این تعداد زیادی از موارد رو پوشش میده، مثل بدقرار گرفتن نوک پستان در دهان نوزاد باعث مکیدن بی اثر میشه. این مشکل مکیدن خود میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. موقعیت بد کودک با پستان مادر، اون بستگی زیر زبان، یک چیزی هست اگه تو آینه نگاه کنین میبینین، اون ممکنه که کوتاه‌تر از معمول باشه و بچه خوب نتونه مچ بزنه. من در 20 سال آفریقا کار کردم، اونجا معمولا میبرن بچه رو میبرن برای جادوگر که اون رو قیچی کنه، چون میگن اگر اون رو قیچی نکنی بچه بزرگ بشه دچار لکنت زبان میشه. البته اون مسئله قیچی کردن اون هیچ ربطی به لکنت زبان نداره، بیشتر لکنت زبان بر اثر صدمات روانیه که بچه در کودکی میبینه، مثلا که پدر مادری که مرتب بچه را دعوا کنن، کتک بزنن، جیغ بزنن سرش، مطمئن بشید احتمال زیادی داره که اون بچه دچار لکنت زبان بشه. حالا اگر عمری باقی بود یه روز در مورد لطنت زبان هم یک برنامه کامل می‌ذاشتم. حالا که از موضوع خارج شدیم
چیز دیگه هم بگم. یک کلیپی دیدم که یک آقای دکتری با یک پستان پلاستیکی یک عروسک رو طرز شیر دادن به نوزاد رو با یک پستان پلاستیکی و یک عروسک توضیح میداد. از یه نظر خب جالب بود که مادرها یاد بگیرن چجوری بچهشون رو شیر بدن، یه نظر واقعا مسخره بود. بله استفاده از بعد تغذیه یا تکرار کمتر که باعث ایجاد فاصله بسیار طولانی بین شیر خوردن نوزاد میشه. به عنوان مثال به دلیل عدم مکیدن نوزاد یا خوابیدن نوزاد در طول شب، معمولا بچه ها باید بیدار میشن، باید یک یا دو بار در شب بهشون شیر داد. حالا بعضی بچه هایی هستن که تنبلن، مثل من تنبل کلاسن، شب میخوابن پا نمیشن، شیر کمتر میخورن. یا بازگشت مادر به محل کار، یا از شیر گرفتن خیلی سریع، استفاده از پستانک و یا شیشه شیر، مخصوصا اگر اون پستانک کمی بزرگ باشه، یا اون پستانکی که سر شیشه شیر میذارن اون بزرگ باشه، بچه عادت میکنه و دیگه نوک پستان مادر رو نمیگیره چون گنده تره، براش راحت تره و شیر بیشتری مک میزنه. بله همینطور تولید شیر زیاد که تخلیه موثر سینه را دشوار میکنه و یک مانع و همینطور یک مانع جریان مناسب شیر، مثل تنگ بودن سینه بند. این باعث مسدود شدن مجاری شیر و یا گرفتگی میشه که میتونه منجر به ورم پستان میشه. اگر به درستی تخلیه مؤثر انجام نشه. اون زمان دانشجویی ما، زمانی که یک چیزی مد شده بود که بیشتر خانوما بلافاصله بعد از زایمان درخواست میکردن تزریق هورمون قطع شیر رو اونها بشه، چون میترسیدن زیبایی سینه هاشون به هم بزنه. این البته در سیستم دفاعی نوزاد خیلی اثر میذاره، چون نوزاد احتیاج شدید داره مخصوصا دو هفته اول به شیر مادر و دریافت آنتیکورها، آنتیبادی هایی که لازم داره. این دو هفته، مخصوصا دو هفته اول، خیلی مؤثره برای سلامتی شیرها. حالا چه عواملی باعث ظهور ورم پستان می شود؟ این عوامل بدون اینکه عامل مستقیم ورم پستان باشند می توانند زمینه مساعدی برای ظهور آن باشند. اولیش خستگی شدید در مادر، حالت استرس یا اضطراب قابل توجه، رژیم غذایی نامتعادل مادر، وجود شکاف ها یا ترک ها روی پستان که این میتونه دروازه ای باشه برای ورود باکتری ها. برخی از بیماری های مادر مانند دیابت یا کمخونی، این رو قبلا هم گفتم باز هم عرض میکنم، خیلی از بانوان ایرانی دچار کمبود آهن هستند، دچار کمخونی هستند. بله حالا اگر یک بیماری دیگری بوده که مادر
با آنتیبیوتیک ها هم درمان شده، خود همون درمان با آنتیبیوتیک ها هم میتونه یکی از عوامل باشه، قارچ ها یا میکوز، و همینطور سابقه داشتن تورم پستان در مادر و بالاخره انسداد مجاری شیر. در صورت ورم پستان چه زمانی باید با پزشک مشورت کرد؟ اگر این علائم وجود داشته باشه، عفونت رو نشون میده. اول از همه تب، خستگی شدید، لرز، یک درد در عضلات و مفاصل مثل حالت آنفلوانزا، حالت تهوع با یا بدون استفراغ، یک برجستگی در روی پستان که خیلی قرمز رنگه و داغ و دردناکه. بنابراین توصیه میشه برای درمان عفونت در اسرع وقت با پزشک یا ماما مشورت کنید. حالا چگونه ورم پستان رو درمان کنید؟ قبل از هر چیز باید مشخص بشه که ورم پستان به هیچ عنوان نشانه قطع شیردهی نیست، بلکه برعکس درمان آن تا حدی به تخلیه پستان به لطف تغذیه مکرر نوزاد انجام میشه، البته اگر درد به مادر اجازه بده. شیر آلوده نیست و تب تأثیری در ترکیب آن نداره، بنابراین برای کودک نوشیدن شیر مادرش هیچ خطری نداره. نگران نباشید. حالا دو نوع ورم پستان وجود داره. مهمه که بین این دو سناریو تفاوت قائل بشید. شروع ورم پستان در مواجهه با ورم پستان زودرس، یعنی علائمی که در کمتر از 12 ساعت پیش ظاهر شده بدون هیچ نشانه از عفونت، یعنی بدون تب یا بدتر شدن وضع عمومی مادر و فقط یک التهاب خفیف وجود داره، اولویت تخلیه مؤثر پستان به منظور کاهش رکود شیر خواهد بود. و برای این کار باید به نوزاد با شیر دادن تکراری نوزاد با رعایت نکات احتیاطی، اینها مؤثرترینه. مطمئن باشید که موقعیت خوبی برای شیر دادن، یعنی پوزیسیون بچه در حالت خوبی برای مکیدن باشه و مکیدن مؤثر داره بچه. بعضی از موقعیت‌های شیردهی مانند تغذیه بیولوژیکی یا مدنای معکوس به ویژه در تخلیه مناسب پستان مؤثر هستند. با متخصص شیردهی برای دریافت کمک به نوع شیر دادن مشورت کنید. شیردهی بسیار مکرر بر حسب تقاضا و بدون محدودیت زمانی برای رفع این مشکل بسیار مفیده. برای تسهیل تخلیه پستان باید نوزاد را طوری بگیره در بغل مادر و نوزاد را طوری بگیره در بغل که چانه نوزاد روی ناحیه قرمز پستان فشار وارد کنه. راه حل دیگر اینه که این ناحیه را مادر با انگشت خود از قسمت بیرونی سینه به سمت نوک پستان ماساژ بده.
برای پایان دادن به تخلیه سینه در صورت لزوم با فشار دستی یا با پمپ سینه با مکش ملایم استفاده بشه. این پمپ سینه خیلی خوبه، مخصوصا برای بچه‌هایی که عادت میکنن به شیشه نوک پستان مادر رو به دهان نمیگیرن، میشه با اونها شیر رو مکید و در شیشه شیر مادر رو در شیشه شیر ریخت و به کودک داد. باز عرض میکنم دو هفته اول بسیار بسیار لازم و مفید. در این حال مادر باید استراحت کند، زیرا عامل خستگی در پیدایش و رفع ورم پستان نقش زیادی دارد. مسکن‌های ضد التهابی سازگار با شیردهی مثل پاراستامول و ایبوپروفن. پاراستامول همون تایلنول و ایبوپروفن همون ادویله، البته اسمای مشابهش هم هست. ممکنه برای کاهش درد تجویز بشه. حالا نوع دومش که ورم پستان شدیده. اگر علائم از همان ابتدا شدید و همراه با علائم عفونت یعنی تب، وخامت حال مادر، حال عمومی مادر، و اگر همراه با ترک‌های عمیق باشد و اگر پس از 24 ساعت تخلیه خوب پستان باقی بماند یا هر دو پستان تحت تأثیر قرار گرفته باشند، درمان آنتیبیوتیکی برای درمان عفونت ضروری است. در صورت عدم درمان در واقع می تواند به آبسه پستان تبدیل شود، یعنی تجمع موضعی در پستان، که در این صورت چاره نیست به غیر از باز کردن قسمتی از پستان و تخلیه آبسه. البته تحت بیهوشی بهتره، نه این تحت بیهوشیه دیگه، بهتره نه تحت بیهوشی. کجا بودم؟ بله. معمولا آزمایش شیر مادر برای یافتن میکروب عامل آن ضروری نیست. برای درمان طیفی از میکروب هایی که اغلب مورد اتهام قرار میگیرند، میتوان از آنتی بیوتیک های مختلفی مثل ترکیب های مختلفی از آموکسیسیلین و کلاولانات، کلکساسیلین، اگزاسیلین، سفازولین، سفالیکسین، کلیندامیسین و غیره استفاده کرد. اگر ورم پستان توسط میکروب استافیلوکوک اوروس یا استافیلوکوک استافیلوکوکوس اوروس یا استافیلوکوک طلایی مقاوم به متیسیلین ایجاد شود، چند نوع آنتیبیوتیک مورد نیاز است. در صورت حساسیت به پنیسیلین، آنتیبیوتیک های دیگر تجویز می شود. این آنتیبیوتیک ها برای نوزاد بی خطر هستند و با ادامه شیردهی سازگار هستند. حتی توصیه اکید می شود که برای تخلیه خوب شیر مادر شیر دادن را ادامه دهید. بنابراین کودک همچنان از مزایای تغذیه شیر به ویژه برای سیستمی ایمنی بدن بهره‌مند می شود. مهم است که درمان را برای کل مدت زمان مشخص شده به طور کلی 7 تا 14 روز
ادامه بدهید، حتی اگر بهبودی سریع رخ دهد. درود بر گوش شنوا. در برخی موارد مشاوره جدید و آنالیزهای آزمایشگاهی ممکن است لازم باشد. اگر آنتی بیوتیک قبلی هیچ تأثیری نداشت و در صورت ورم مکرر پستان، پس از آن لازم است مقاومت باکتریایی، وجود آبسه یا هر مشکل دیگر پستان را رد کرد. چگونه ورم پستان را به طور طبیعی درمان کنید؟ همراه با تخلیه خوب پستان از طریق تغذیه مکرر و در صورت عدم وجود علائم جدی عفونت، می توان از برخی درمانهای طبیعی برای تسکین درد استفاده کرد. ماساژ دستی ملایم و دایره‌ای پستان را با کف دست، یعنی با کف دست ماساژ بدید به صورت دایره‌ای. بله، روی ناحیه آسیب دیده انجام دهید. قبل از شیردهی و حتی در حین آن از کمپرس گرم استفاده کنید تا رفلکس کاهش یابد و سپس از کمپرس سرد در خارج از شیردهی برای تسکین درد استفاده کنید. ماستیت. پروبیوتیک های آزمایشی در مطالعات مختلف اثر بخشی پروبیوتیک ها مخصوصا سویه های لاکتوباسیل سالواریوس CECT 5713 و لاکتوباسیلوس گاسری CECT 5714 اینها اثرات مثبتی داشتند در درمان و همینطور پیشگیری از ورم پستان. نه تنها برای این ببخشید، بلکه بنده پیشنهاد میکنم همه همیهنانی که حتی پیشنهاد منه، نه ارزش علمی داره نه ارزش، فقط همینطور پیشنهاد، همیهنانی که از 50 سال به بالا هستن اگر گاه گاهی، نه به طور مرتب، اگر گاه گاهی یک مقدار از همین پروبیوتیک ها استفاده کنن، البته ماست هایی هست که توش پروبیوتیک اضافه داره، یک کمی گرونتر از ماست معمولیه، یا اینکه از کپسول های پروبیوتیک مثلا به صورت 7 روز در ماه استفاده کنن، این باعث تنظیم فعالیت های میکروبی روده، میکروبی روی پوست، تقویت سیستم دفاع، از بین بردن میکروب های ما تو ریه همون هم پر میکروبه، هم خوب هم بد، تقویت میکروب های خوب در روده، در واژن، در روی پوست، در مخاط بینی کمک. بله، ماستیت در واقع میتونه با عدم تعادل میکروبیوتای ریه، ببخشید میکروبیوتای پستان مرتبط باشه، بخصوص اگر تمایل به عود وجود داشته باشه. به تنهایی یا در ترکیب با آنتیبیوتیک درمانی، 3 هفته درمان آنتیبیوتیکی به رفع بهتر علائم و کاهش خطر عود کمک میکنه. بله، مخصوصا اگر درمان آنتیبیوتیکی هست، معمولا نیم ساعت بعد از مصرف آنتیبیوتیک باید مقداری ماست خورد، چون در ماست
پروبیوتیک هست، مخصوصا ماستای مخصوص، و همینطور اگر از کپسول پروبیوتیک میخواین استفاده کنین، نیم ساعت سه رو بعد از آنتی بیوتیک کپسول رو میل کنید. حالا چگونه از ورم پستان پیشگیری کنید؟ یک حالت خوب و شیردهی بر حسب نیاز. اینها دو نکته ضروری هستند برای جلوگیری از ورم پستان و به طور کلی برای اینکه شیردهی تا حد امکان راحت پیش برود. اگر موقعیت نامتناسب، یعنی بدجوری نگه داشتن پوزیسیون بچه، علت شیردهی و یا شقاق عامل باشد، در صورت امکان باید با کمک یک متخصص شیردهی اصلاح شد. اگر وجود بند زبان در نوزاد دلیل مکیدن ضعیف باشد، ممکن است کرونوتومی یا همون قیچی کردن اون بند زبان در نظر گرفته شود. استراحت و رژیم غذایی متعادل هم بسیار مفید هست. خب، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید و همونطور که عرض کردم، امروز کمی زودتر برنامه رو به پایان میرسونم و با عرض معذرت از دوستانی که میخواستن بیشتر حرف بزنن. خب، حالا یک بانوی شهیر ایرانی رو به شما معرفی میکنم. این خانم اسمشون ببینید، ایشون خانمی هستن به نام شبنم رعایایی اردکانی. ایشون فارغ التحصیل مقطع دکترای فیزیک در دانشگاه MIT بوستون و موفق به کسب جایزه مکانیک سیالات شدن. خانم رعایایی دومین زن در تاریخ فیزیک محسوب می شود که این جایزه را به دست آورده است. جایزه مکانیک سیالات اندریاس اکریوس، ببخشید زبان یونانی خوب نیست، به محققان جوان که پایان نامه دکترای خود را با کیفیت علمی و دستاوردهایی در زمینه مکانیک سیالات انجام داده اند اعطا می شود. و این در حالیه که این خانم به عنوان یک زن بهایی از ایران رانده شده. در بیوگرافی شبنم رعایایی اردکانی آمده است که او در مقطع لیسانس در دانشگاه شریف تحصیل کرد و پس از آن خانم رعایایی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه MIT پذیرفته شد. او در ادامه مدرک دکترای خود را در دانشگاه MIT کسب کرد. باشد. دانشگاه هاروارد از او دعوت کرده که به گروه پژوهش این دانشگاه بپیوند. تبریک به جامعه زنان بهایی و زنان ایرانی. به نظر بنده اگر در ایران مانده بود، مانند زنان و جوانان بهایی در ایران که به جرم جاسوسی زندانی می شوند در زندان بود و یا مانند مهسا ارشاد شد. خب، در اینجا برنامه ما یه چند دقیقه زودتر به پایان میرسه و برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر مایل بودید درباره مسئله خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل کنید.
و یک یا دو هفته هم به من وقت دید. در خدمت شما عزیزان هستم تا برنامه و برنامه های آینده. شما رو به خدا می سپارم. روز و روزگار به شما خوش. با درود و بدرود.